با عرض سلام، امروز روی صحبت من با یکی دیگر از نقش آفرینان در عرصه مدیریت و تعیین قطب در سلسله گنابادی توسط حکام ظالم ایران هستش که نقش بسیار فعالی رو پیش از زمان حبس و حضرت آقای مجذوب علی شاه ایفا میکرد و همینطور در دوران پسا شهادت حضرت آقای مجذوب علی شاه، یعنی دوران حضور ولی حی حضرت آقای درویش وارسته میخوام بپردازم. فردی که یکی دیگر از مدعیان قطبیت در سلسله گنابادی هستش، برای اینی که فردی رو که مورد پسند و علاقه حکومت هست و برایش سالیان زیاد هزینه های هنگفتی صرف شده رو بتونند بر منصب قطبیت به دراویش و فقرای سلسله گنابادی تحمیل کنند تا از اون طریق بتونند شعار آری به اتفاق میتوان جهان را گرفت رو اجرایی بکنند. آقای مدعی قطبیت، شما یه سری مسائل رو مطرح کردید که حقیقتا من شخصا علاقه ای ندارم وارد خیلی از اون موضوعات بشم، به یه دلیل بسیار ساده و اون هم اینه که در طی 24 ساعت اخیر بسیاری از همدلان، یاران و عزیزان من، دوستان من به خوبی با فراست، علم و دانش و سند جواب شما رو به اندازه کافی دادند و الحمدلله میزان علم و دانش و داناییشون بسیار بالاتر از من هستش و من داخل اون موضوعات نمیشم. اما یه موضوعی رو میخوام با شما شخصا در اینجا مطرح بکنم آیه صلاحی، اونم اینه که شما در مورد خط و بررسی خط و تایید خط صحبت کردید و یه مسائل جانبی رو مطرح کردید. آقای صلاحی، تو کشور ایران که مرکز فساد هستش و بزرگترین مرکز فساد همون قوه قضاییه هستش، همه مردم ایران میدونن با پول خرج کردن همه رو میشه خرید، یعنی آرای دادگاه‌ها در ایران بی‌ارزش هستش، همینجور اکثر کارشناسا و اونچه که نتیجه گیری کارشناسی در ایران هستش. البته من اون خدشناسانی که شما بهشون اشاره میکنید رو اصلا نمیشناسم و به اونا توهین نمیکنم. جناب آقای صلاحی، موضوع فقط خط نیست، موضوع فقط اصالت خط نیست. حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودن که کسی امضای من رو نمیتونه تقلب کنه. تو اینجا یه نکته ظریفی قرار گرفته. چرا ایشون میگن که امضای من رو کسی نمیتونه تقلب بکنه، جعل بکنه؟ دراویش درک میکنن این رو، جعل رو متوجه میشن. برای اینی که شما میتونید بریم مثل آب خوردن با دستگاه جعل بکنید امضای کپی که کسی متوجه نشه، ولی موضوع ریز در اینجا اینه که در اون امضا یک اثری قرار گرفته و شما به این تیکه توجه نکردید، اربابان شما به این توجه نکردن، چون اربابان شما به اثر اعتقاد ندارند. اربابان شما کمونیستای استالینیستی ماتریالیست هستند در لباس آخوند. بنابراین انرژی و اثر رو بهش نه اعتباری میدن نه باور دارند. این رو آدم خودش باید شخصا لمس کرده باشه، احساس کرده باشه تا بهش باور بیاره. شما فکر میکنید آقای صلاحی زمانی که حضرت آقای رضا علی شاه به شهادت رسیدن، رحلت کردن، حضرت آقای محبوب علی شاه جایگزین شدند، فقط موضوع همون
وصیت بود و همون دستور. خب اون دستور که صادر شده بود زیرش امضایی قرار گرفته بود، در اون امضا اثری بود و صاحب امضا صاحب اون اثر بود، یعنی ودیعه الهی. جناب آقای صلاحی، شما کلی ورقه واسه خودت در آوردی با کلی امضا، لطف کن بگو تو این بیش از 2 سالی که حضرت آقای مجذوب علی شاه از دنیا رحلت کردن و رفتن به شهادت رسیدن، چه اثری از شما ظاهر شده که هیچ کس نتونسته ببینه؟ اگر من ندیدم شاید دیگران دیدن، لطفا بفرمایید اثرش چی بود؟ تا اونجایی که من متوجه شدم هیچ اثری از شما ظاهر نشده در این مدت، جز اینی که همراه کسانی هستیم که در مقابل جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش میخواییم صد بزنید، که البته صدتون نابود میشه. اعتقاد ما در رابطه به این هستش. ببینید صحبت اثره. امروز میبینیم که تعداد کثیری از فقرا و درویش گنابادی آگاه شدند، متوجه دارند حقیقت میشند. با تمام اون تبلیغات منفی که شما انجام دادید، ترور شخصیت، دروغ، سفسطه، سندسازی، همون کارهایی که آقای رضا تابنده و گروهش انجام دادند، از یک طرف، شما از اون طرف، اپوزیسیون فیک از یه طرف دیگه و یه سری گروه های دیگه که البته ما میشناسیم میدونیم، من در اینجا ازشون نامی نمیبرم برای اینکه هنوز فعالیت اونها مجدداً هویدا نشده، که البته ما منتظرش هستیم. همون جوری که جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش در آخرین ویدیوشون اشاره کردن و گفتند هرچی نیرو دارین بفرستین گسیل کنین تو این میدان نبرد، اون گوی و اون میدان تشریف بیارید. یعنی اثر اینه آقای صلاحی، شما برو پیش این خط نویس و برو پیش اون خط نویس، کسی رو نمیتونی روش تأثیری بذاری برای اینکه اثری وجود نداره. از اون ور مشاهده میشه زمین و زمان فعال شدند، چپ و راست، بالا و پایین، شمال و جنوب، از همه طرف، برای اینکه محدود بکنن، برای اینکه جلوگیری کنن، سیاه نمایی کنن و موفق نمیشن. به این میگن اثر، یک نوع اثر حداقل. و در ضمن آقای صلاحی، خیلی عجیبه شما تو ویدیوت به موضوع تلطیف اشاره کردی. اتفاقا چند روز پیشا علی صوفی نما هم که همون اعضای ویترین کتابخونه تصوف و عرفان و در واقع همون فرق و ادیانی ها میچرخوننش، رفته بود پستی از دوران پیش از تلطیف رو کشونده بود بیرون رو مطرح کرده بود. شما که ادعا داری فراموش کردی که حضرت آقای مجذوب علی شاه در آخرین پیغام صوتی خودشون که کتبی هم نگاشته شده بود و به لسان مبارک خودشون اون رو خوندند، خطاب به جناب آقای دکتر آزمایش چجوری پایان دادن، اون پروژه تلطیف بر اساس فرمان حضرت آقای مجذوب علی شاه بود، نه اینکه ما بخوایم با کسی زد و بند سیاسی بکنیم. آیا به نظر شما آروم کردن فضای اینترنت به اون حالتی که در اومده بود بر اثر فعالیت‌های آقای رضا تابنده، آقای رحمت الله تابنده و تمام اطرافیان ایشون و موریانه‌های فقری که اینترنت رو به گند کشیده بودند با به زشت‌ترین شکل و مایه بی‌آبرویی تصوف و عرفان داشتن می‌شدند، همینجوری که این دوران داریم می‌بینیم با ضد ارزش‌هایی که ترویج دادن توسط ایادشون، شما فکر میکنین
حالت خوب و قشنگی داشتش اون شرایط، یعنی میشه سیاسی بازی که آدم به نوعی با هم دیگه قراردادی ببنده تا اون محتوا پاک بشه که مایه ننگ و بیابروی برای تصوف و عرفان نباشه. شما به این اعتراض دارید؟ خیلی عجیبه. این نوع سیاسی بازی میدونی؟ در صورتی که حضرت آقای مجذوب علی شاه در مورد این موضوع در مرقومه خودشون اشاره کردند، کاری رو انجام بدین لطفاً که فقرا آرامش پیدا کنن و آرامش من هم فراهم بشه. این در پایان مرقومه حضرت آقای مجذوب علی شاه بود. وقت شما ادعای جانشینی و قطبیت داری آقای سلایی. متاسفم، فکر نمی کنم بیشتر از این لازم باشه من به شما خطاب به شما صحبتی داشته باشم. فهم و شعور مردم رو دست کم نگیرید. با تشکر.